بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، عزیزان و دوستان خوب ما که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله عزیزان در هر کجا که هستید، در هر گوشه از جهان پهناور و ویژه اگر از کشور زیبای ما کشور افغانستان برنامه خودتان، برنامه روشنا را نگاه میکنید، انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار تشکر میکنم که یک بار دیگه برنامه را انتخاب کردید برای نگاه کردن. امید که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. عزیزان و دوستان و بزرگواران، امروز 22 سرطان 1402 مصادف است با 24 ذی‌الحجه و همزمان شده با سالگرد روز مباهله. حتما شما عزیزان و دوستان در این مورد اطلاعات بسیار زیادی دارید، میفهمید که یک روزی است که در تاریخ اسلام روز بسیار ارزشمندی است. در منابع و مصادر شیعه و سنی از این روز یاد شده، در حتی در کتاب عظیم شأن قرآن شریف هم از این واقعه یاد شده، واقعی که در اون روز با اتفاقی که افتاد در واقع میشه گفت که یک بار دیگه حقانیت دین مبین اسلام بر عده زیادی مسلم گردید. و الان هم ما به عنوان شیعیان میتونیم در این روز با خودمان افتخار بکنیم که پیروان کسانی هستیم که آیه تطهیر در این روز در وصف افراد نازل گشته که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اما عزیزان و دوستان و محترمان، اجازه بدین یک سلام و احوالپرسی هم با کارشناس محترم برنامه خانم عالمی داشته باشم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار زیاد خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم و گرامی می‌دارم این روز عزیز را. انشاءالله که همه ما بتوانیم از این فیضات این روز پربرکت بهره‌مند بشیم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما خانم عالمی بزرگوار. اما خانم عالمی، در روزهای پنجشنبه، در پنجشنبه گذشته که ما در خدمت شما بزرگوار بودیم، مباحث متعددی را مطرح کردیم با عنوان روش‌های تربیت اسلام در صحیفه سجادیه. و حقیقتا خانم عالمی، کتاب صحیفه سجادیه یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند هست که ثبت شده، مکتوب شده، در تاریخ اسلام موجود است و ما بسیار مفتخر هستیم به عنوان شیعیان که پیرو افرادی هستیم که چنین کتاب‌های، چنین مکتوباتی، چنین آثاری از اینها به جای مانده که میتونیم که هنوز که هنوز در این زمان هم استفاده بکنیم و بهره‌مند هم شویم. اما خانم عالمی عزیز، اگر ممکن باشه یک مختصر در مورد موضوع برنامه در روزهای گذشته برای دوستان عزیزانی که نو به جای ما پیوستن بگویید و بعد از او به سراغ مفصل امروز بریم. بله، همطوری که خب شما عرض کردین، موضوع کلی برنامه در خصوص مباحث روش های تربیتی اسلامی بود که ما آمدیم ایره از نگاه امام سجاد علیه السلام با توجه به کتاب عزیز و شریف صحیفه سجادیه خب مورد بررسی و توجه قرار دادیم. خود در برنامه های اولیه اومدیم مبانی رو بررسی کردیم، گفتیم یک سری مبانی هست که در نظام تربیتی وجود داره، این مبانی رو هم از نگاه امام سجاد علیه السلام با توجه به همین دعاها بررسی کردیم و بعد رفتیم سراغ اهداف و اصول رو هم بررسی کردیم و خب رسیدیم به روش ها که همون موضوع اصلی بحث ما بود. بعضی از روش ها رو هم گفتیم، از روش تذکر، احترام و تکریم، بسیار از روش ها رو بررسی کردیم و امروز هم یکی از اون روش هایی که امام سجاد علیه السلام با توجه به فراز هایی که خب در دعاهایشان آمدن، خب از اینها استخراج کردیم و میگیم که امام سجاد علیه السلام چطور در قالب دعا که خب شاید همه تصور کنن که خب دعا فقط یک بحث روحانی و معنوی هست و صرفا با ما یک آرامش معنوی میدن. بله. و شاید یک نگاه خب بالاترش ای باشه که خب ما دعا بخونیم که با خدا ارتباط برقرار کنیم و به واسطه او هم به خدا نزدیکتر بشیم و هم گناهان ما بخشیده بشه. اینها یک وشش هستن، اما ایرا باید در نظر بگیریم که امام سجاد علیه السلام یک امام معصوم آمدن و در کنار او خب عبادتی که میکردن قطعا اصلی ترین وظیفهشون هدایت بوده. مردم بوده. بله. و با
توجه به اون موقعیتی که امام سجاد علیه السلام خودشان در اون سالهایی که بعد از شهادت خاندانشون، خب ایشان در موقعیت خاصی که داشتن، سبک مبارزاتی، سبک اصلا رسالت ایشان همین دعا و عبادت بوده. در واقع دعا و ادعیه‌ای که از حضرت امام سجاد علیه السلام رسیده نه تنها یک وسیله عبادت است، بلکه یک سبک مبارزه است، یک روش مبارزه است. سبک مبارزه، سبک روش مبارزه و نوعی معرفی سبک و الگوی زندگی به مردم. حتی ما در وقتی که رساله حقوق امام سجاد را هم میخوانیم، ببینیم که اونجا چقدر زیبا خو اونها را ما زیاد بحث کردیم، حقوق اجتماعی را بحث کردیم، که سبک زندگی را امام سجاد علیه السلام اونجا میان برای ما خب شرح میدن. باز در دعاهای که در صحیفه سجاده آمده، بسیاری از نکات تربیتی در اینجا گنجانده شده که حالا ما از همین فرازها استفاده میکنیم و خب میفهمیم که امام سجاد علیه السلام نه صرفاً که میخواسته که با ما بگوین که خب با خدا عبادت کنیم، که در دل این دعاهایشان هزاران نکته طلایی و کاربردی نهفته بوده. که همین الان هم ما میتونیم که استفاده کنیم. دقیقاً همینطور هم استفاده میکنیم. یکی از خب روش هایی که امام سجاد علیه السلام خب در فرازهای اصلا یکی از روش هایی که در تربیت اسلامی به صورت اصلا اخص، حالا ما میگیم که شاید خصوصا مثلا در تربیت اسلامی بسیار به اون تاکید شده، ولی که قطعا در روانشناسی، یعنی در مباحث روانشناسی هم خیلی الان بهش توجه میشه، بحث تغافل هست. تغافل و عیب پوشی و در کنارش بحث عذرپذیری هست. خب حالا بحث تغافل چی هست یا عیب پوشی؟ تغافل یا عیب پوشی یعنی که ما یک مسئله رو میدانیم، خب یک نسبت به یک اشتباه یا خطا از یک شخص آگاه هستیم، ولی که به عمد و از روی قصد خودمون رو به بیخبری میزنیم که انگار ما هیچ از هیچ اطلاع نداریم و هیچ نمیدانیم، یعنی عمدن خودمون رو به بیخبری میزنیم. به میگن تغافل، یعنی خودمون رو به بیخبری زدن. برای این مسئله، یعنی الان در روانشناسی تربیت امروز هم آثار ذکر شده، این مسئله رو مفید میبینن. بله بله. باز جری تر شدن نمیشه خانم عالم. حالا باز اون انشالله در جایش بحث میکنیم، میرسیم به اونجا که خیلی مباحث ظریفی داره که باید حتما به اونها توجه بشن. خب حالا این از کجا میخوایم طرح کنیم؟ مسئله که امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهاشون خیلی زیبا گفتن، که در دعای 16 هم در یکی از فرازهاشون گفتن که ای معبود من، شکر و سپاس تو را که چه بسیار عیبم را پوشانیدی و رسوایم نکردی و چه فراوان گناهانم را پنهان کردی و در گناهان مشهورم نساختی. بسیار زیبا گفتن. و چه بسیار زشتی ها که انجام دادم و پرده آبرویم را ندریدی. خیلی زیبا گفتن، یعنی گفتن که خداوند را توصیف کردن، یعنی در ستایش ای پوشی خداوند گفتن که ما خیلی از گناه ها را ممکنه مرتکب شده باشیم، خیلی از خطاها را مرتکب شده باشیم، اما خداوند این گناه ها و خطاهای ما را کلا پوشانده. ستار العیوب که میگن یکی از صفات خداوند همین هست، یعنی عیب های ما را خداوند همواره میپوشونه، چون ما بالاخره انسان هستیم و ممکن الخطا هست، یعنی ممکن است هر لحظه دچار لغزش و خطا شویم، چرا که معصوم نیستیم. خب همین فرازی که امام سجاد علیه السلام در دعاشون، و از این فرازها، از این نمونه دعاها ما بسیار داریم، در دعای کمیل داریم، در بسیار از دعایی که ائمه اطهار دیگه که بسیار تأکید دارن برای اینکه خداوند متعال ستار العیوب هستن، عیبها رو میپوشنن و حتی در کنار اینکه ما خودمان نمیدونیم، غیر از اینکه ما عیبهای ما رو میپوشنن، حتی خطاهای ما رو بدون اینکه ما بخواهیم میبخشن اصلا. بله. و این خودش نشان دهنده این هست که ای پوشی و گذشت، حالا این ای پوشی به این معنا و تغافل اصلا خودش یک شیوه است که خداوند در برابر ما بنده انجام میده، در مقابل ما انجام میده، و این واقعا ما اینو میگیم که ما از خدا اینو باید یاد بگیریم. بله. خیلی زیباست. یعنی ما شاید بعضی وقت میگیم که خب الگوی ما ائمه هست، حضرت رسول اکرم هست، فلان انسان بزرگوار هست، ولی الگوی ما در این زمینه خود خداست در مرحله اول. ما هیچ وقت نمیرسیم، ولی تلاش میکنیم خداوند
محبت دارد، ما سعی میکنیم با محبت باشیم. خداوند رحیم است، ما سعی میکنیم رحمت داشته باشیم. خداوند ستار العیوب است، تلاش خودمون رو بکنیم که در این زمینه واقعا بسیار خیلی زیباست. این که بله. آنشد از را انقدر زیبا درست خواهم عالم اگر اجازه بدن یک میان برنامه ببینیم، باز ادامه بحث رو در خدمت شما خواهیم بود. تشکر بینندگان عزیز و محترم، اگر علاقمند و مشتاق هستید که بحث های گذشته که در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بودیم را ببینید، انشالله از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه های گذشته را ببینید و دنبال بکنید. همچنان از طریق دیگر فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات هم میتونید برنامه ها را ببینید، نظرات خودتان را برای ما بمانید، ما را بسیار خوشحال میکنید. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. شما عزیزان همچنان برنامه خودتون برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم عالمی با موضوع روش های تربیت اسلام در صحیفه سجادیه و روش تغافل. خانم عالمی، شما به نکته بسیار زیبا و ظریفی اشاره کردید که چقدر زیبا ائمه ما در ادعیه مختلف و ببینید در صحیفه سجاده امام سجاد علیه السلام از ستار العیوب بودن خداوند یاد میکنه و خدا را به این نام میخونه. من وقتی فکر میکنم خانم عالمی در زندگی روزمره ممکن انسان متاسفانه با افراد بسیار زیاد مواجه شد و که منتظری هستند که من یک اشتباه بکنم که اون اشتباه را بر روی من بیارن، نه که بر روی من بیاره که حتی دنیا و عالم را آگاه بکنه که همه بفهمند که من چی کردم. حتی خانم عالمی مادر که از مادر شد مهربانتر هم نباشه، وقتی که طفلش یک اشتباه در خانه میکنه احتمال خیلی زیاد داره که حداقل به پدر خانواده او را بگوی که نمی فرد این کار کرد و ولی وقتی که خداوند را نگاه میکنی کسی که لحظه به لحظه در کنار من است، از رگ گردن از دمن از زکتر است، من هر کار که میکنم آگاه است ولی عیب پوشی میکنه و گناه من را میبخشه، اصلا قابل تصور نیست. و واقعا این سبک تربیتی خداوند متعال هست برای بندگان خودش، یعنی با همین تغافل و چشم پوشی و عیب پوشی که نسبت به بندگان خودش داره، در حقیقت داره بندگان خودش را تربیت میکنه. بله. در حقیقت تربیت میکنه، زمینه اصلاح بنده خودش را فراهم میکنه. و واقعا چرا ما نباید از همین روش و سبک استفاده کنیم؟ چرا که سبک روش و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام هم همینطور بوده. حتی میگن که حضرت رسول اکرم وقتی که مکه را فتح نمودن، ایشون با همین سبک تغافل و ایپوشی نسبت به منافقین و کفار اومدن خیلی از افراد را به خودشون جذب کردن. حتی شما داستان های از حضرت رسول خب زیاد شنیدین که در اوایل ظهور اسلام چقدر مردم ایشان را آزار میدن و ایشان خب نسبت به همون تغافل و ایپوشی که داشتن نسبت به افراد داشتن و اون گذشتی که داشتن، خب بسیار از مردم کم کم به ایشان جذب میشدن. بله. در سیره ائمه هم همینطور هسته و خیلی هم سفارش شده در روایات که حدیث بسیار معروفی است از امام سجاد علیه السلام که باز امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هم عیناً همین حدیث را بسیار آمدن تکرار کردن که میگن که پیمانه زندگی به سه قسم هست، دو قسمش شامل هوشیاری و توجه و اون ذکاوت انسان میشه نسبت به تمام امور و یک قسمش هست نسبت به شامل میشه به تغافل و چشم پوشی و نادیده گرفتن امورات زندگی. یعنی اگر او بخشی از تغافل را امام صادق علیه السلام فرمانه که اگر تغافل این یک سوم از او پیمانه زندگی تو در تغافل و ایپوشی و نادیده گرفتن
سپری نکنی قطعا در زندگی دچار مشکل میشی. یعنی ما ناگزیر هستیم که بخش رو به اختصاص بدیم. دقیقا. باید انجام بدیم. چرا که اصلا نیاز ما همین هست. یعنی افراد شما تصور کنید که وقتی ما هر لحظه خب به عنوان یک انسان هستیم که ممکن است هر لحظه از ما خطا صورت بگیره یا از دیگران خطا صورت بگیره. خب این نیاز ما این هست که خطاهای ما چی بشه؟ پوشیده بشه. چرا که اگر هر لحظه ما خطا کنیم و خطای ما هر لحظه ما به واسطه او اشتباهات و خطاهایی که مرتکب میشیم اگر بخوایم مؤاخذه بشیم و مورد سرزنش قرار بگیریم دیگه واقعا آرامش برای انسان نمیمونه. بله. یعنی نه محلی برای رشد انسان وجود نداره و نه آرامش برای انسان نمیمونه. این نیاز همه افراد هست که اگر خطا و اشتباه و گناه از انسان سر زده بشه در یک جاهای باید که تغافل و چشم پوشی صورت بگیرم. خانم عالمی اجازه بدن اما سوالی که در قبل پرسیدم از شما پرسان کنم که خب در این صورت آیا ممکن نیست که تغافل منجر به این شود که یک نفر جری شود نسبت به کار بدی که انجام بده بگه خب یکی متوجه نمیشه خب پس من این کار انجام بدم؟ قطعا تغافل هم یک حد و مرزی برای خودش داره. یعنی ما در تغافل اینطور نیست که بس بگیم که یک پدر مادر و اونانی که مربی نسبت به فرزندان خودشون همیشه تغافل و چشم پوشی پوشی داشته باشن و اشتباهات و خطاهای اونها رو نادیده بگیرن. قطعا اینها یک حد و مرزی داره. یعنی ما تا یک جایی میتونیم نسبت به خطا و اشتباهات فرزندان خودمون تغافل داشته باشیم که بخوایم از او تغافل به عنوان یک روش تربیتی استفاده کنیم، نه به عنوان این که بخوایم کلن او اشتباهات و خطاها را نادیده بگیریم و در اصلاح و صحیح کردن او اشتباهها بخوایم کلن فراموش کنیم که بگیم که خب یعنی تغافل باید یک روش برای تربیت روش باشه. دقیقا. و این بستگی داره. یعنی مثلا شما تصور کنید یک کودک 2-3 ساله را نسبت بهش میخواین تغافل کنید یا یک نوجوان یک جوان را. قطعا اینها روش و سبکش فرق میکنه، تفاوت داره. چه فرق میکنه؟ شما یک کودکی که 2 ساله است یا 3 ساله است که تازه زبان باز کرده و خیلی شیرین زبانی میکنه میبینه که یک حرف ناپسندی را از یک جا یاد گرفته. خب این مدام در حال تکرار هسته. شما با او تغافل فول و چشم پوشی که نسبت به کودک دارین به او کمک میکنین که دیگه او رفتار خودش رو تکرار نکنه یا هر رفتار ناپسند دیگه ایره. این هم توجه منفی که در روانشناسی بهش میگن. روانشناسا راجرز میگه یک بحثی داره در بحث توجه مثبت داریم و توجه منفی. در توجه مثبت میگه که شما فرزندانتون اگه یک کار خوبی رو انجام داد، یک رفتار درست صحیح رو انجام داد، شما به او رو تحسین میکنیم و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میخواین به نحوی او عمل نیک را در او تقویت کنین. اما در توجه منفی میگه که در توجه منفی عکسش هست. یعنی یک فرزند شما، حالا یک کودک شما، خردسال شما یک رفتار ناپسندی را انجام داده و شما با تقویت او رفتار ناپسند در حقیقت او رفتار ناپسند را در او تثبیت میکنیم. مثلا همین حرف گپ ناپسند یا کلمه ناپسند را که یک کودک یا یک طفل میاد تکرار میکنه و ما میگیم خب دیگه نگو ایره و چندین بار میریم که مادر به او تذکر میگه که ایر نگو و او داره تکرار میکنه. بله. بهم میگه توجه. این واقعا یک مسئله است. دقیقا. این میشه یک توجه منفی. اینی داری به یک رفتار منفی ما داریم توجه نشون میدیم. و این خودش باعث میشه که او طفل علاقمند شه که بیشتر او کارن. دقیقا. برای که او واقعا درک نداره. او فقط جلب توجه میکنه. به دنبال جلب توجه هسته. و اینجا اگه ما تغافل داشته باشیم نسبت به او توجه بی توجهی داشته باشیم میتونه یک راهکار باشه. میتونه یک روش باشه برای خودش. این یک نوع هست. یعنی پس اگر مثلا ما در خانه طفل داشتیم خانم الله میگه این طفل ما خدای نکرده یک حرف ناپسند را از یک جای شنید و با زبانش نشست، کاری که وظیفه ما است که کلا نادیده بگیریم، هر چقدر هم گفت هیچ بهش نگوییم، میتونیم هم نادیده بگیریم و اگر دیدیم که بسیار این کار رو داره تکرار میکنه میتونیم به قول معروف که حواس او رو به یک مسئله دیگه اصلا جلب کنیم، توجهش رو به یک مسئله دیگه جلب کنیم. به طور مثال مثلا بهش بگیم که بیایم یک بحث دیگه رو طرح کنیم، باش در حال بازی کردن باشیم و یا هر یک طوری باشه که این توجهش از اون مسئله کنده بشه و به یک مسئله دیگه معطوف بشه.
یعنی میتونه مثلا در کنارش باشه، ولی او بحث تغافل هم قطعا راهکار هست. یعنی بسیار از رفتارها هست که ما در محیط خانواده هست که مثلا نگاه میکنیم به فرد طفل ما یک خطایی را در خانه انجام داده، خب این منتظره که الان از سمت ما خب مؤاخذه بشه، ولی اگه ما نسبت به او یک رفتاری حالا اینطور هست که نیست که در تمام موارد، در برخی موارد خب صدق میکنه که ما بگیم که خب ما الان ندیدم این رفتار، بعد میبینیم که سریع طفل ما خودش جمع میکنه و میگه خب متوجه نشد، حالا پس من بهتر است که خودم اصلاح کنم، یا انگار که هیچ اتفاق نیفتاده. واقعا هم این جواب میده. خب که خب برای یک طفلی که خردسال است ما اینو کاملا درک میکنم. من در خانه خودم همین روش را گاهی اوقات استفاده میکنم که وقتی طفلم یک کار میکنه من سعی میکنم نادیده بگیرم و طفلم زود این رقم است که هوشش حواسش با اون مسئله دیگه جلب میشه و فراموش میکنه. اما اگر که یک نوجوان در خانه باشد، نوجوان دیگه کاملا هوشیار است، آگاهانه است، سعی میکنه یک حرکتی را انجام بده که پدر و مادر خودش را نمیفهم حساس کنه، نمیفهم ناراحت کنه، هدفش چی میتونه باشه، در برابر او چی کنه؟ اونجا هم قطعا تغافل میتونه یک روش و راهکار باشه، در صورتی که این تغافل همراه با یک طوری باشه که وقتی که ما مثلا به طور مثال شما میگین یک نوجوان یک رفتار کاملا ضد خانواده خودش داره که بله. از خطوط و چارچوب خانواده خارج هست و این میای انجام میده و ما نسبت به او یک تغافل میکنیم، در مرحله اول تغافل این که ما میخوایم به او متوجه بشیم که خب من متوجه نشدم، یعنی اصلا ندیدم رفتار تو را، و خب او اگر این رفتار خودش را ادامه بده قطعا ما باید نسبت به روش خودمون باید از روش های دیگه هم استفاده کنیم. اینطور نیست که ما همیشه صرفا بگیم که خب تغافل یک روش یک سبک هست و تنها روش و تنها روش و همیشه نادیده بگیریم و بگیم خب پس ما حالا ندیدم اینجا ندیدم، خب اینو اصلا نوجوان ما هیچ وقت ممکن است متوجه نشه که اصلا ما داریم از یک روش تربیت استفاده میکنیم. شاید فکر کنه که ما یک والدین سهل، یعنی والدین نیستیم که اصلا متوجه نیستیم. معمولا اگر والدین به سواد هم باشه ناخودآگاه نگاه نوجوان رقم است که پدر و مادر ما که نمیفهمه دیگه. دقیقاً همینطور هستن. ولی اگر والدین باشه که آگاه باشه و مقتدر، یعنی فقط در کنار آگاهی اقتدار خود بیان بسیار اهمیت داره، که وقتی که اقتدار باشه روش هایی مثل تغافل بسیار میتونه کارآمد باشه. یعنی شما تغافل میکنین در مقابل اشتباه نوجوان خودتون، در صورتی که نوجوان شما میدونه که شما یک والد مقتدر هستین و نسبت به تنبیه و تشویق در محیط خانواده بسیار حساس هستین. خب این متوجه هستی، خیلی زود میگیره قضیه را و واقعا متوجه میشه. ولی اگر والدین باشیم که اقتدار نداشته باشیم، اون من قوی و مستحکم را در خانواده نداشته باشیم، قطعا این تغافل ها کمک نمی کنه هیچی، که حتی ممکن است تأثیر منفی هم داشته باشه در مقابل فرزندان ما. درسته، پس نباید فراموش کنیم که تغافل به عنوان یکی از شیوه های تربیتی استفاده میشه و بر او تاکید شده، اما تنها شیوه تربیتی نیست. خب بینندگان عزیز و محترم، قبل از اینکه میان برنامه رو ببینیم عزیزان، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه، شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقادات و یا پیشنهاداتی اگر دارید ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که با ما به اشتراک میگذارید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم. دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم. سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم. چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. خب بینندگان عزیز و محترم، دوستان خوب ما، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما همچنان
گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم عالمی بزرگوار با موضوع روش‌های تربیت اسلام در صحیفه سجاده و روش تغافل. خانم عالمی عزیز در خدمت شما هستم. خب گفتیم روش تغافل خب یکی از روش هایی هست که واقعا بسیار لازم هست برای تربیت، یعنی در امر تربیت، چه در امر تربیت خب ما به عنوان یک والدین اگه بخوایم هم فرزندان خودمون رو تربیت کنیم و چه اینکه در محیط خانواده. خب این که ما میگیم صرفا از یک روش تربیتی نیست، یک روش اصلاحی باشه که حتی ممکن است بین زوجین، یعنی بین زن و شوهر حتی این میتونه یک مسئله بسیار کارآمد و کارساز باشه که در مباحث بین خانوادگی که میبینیم که زن و شوهر اگر نسبت به خطا و اشتباه یک دیگر تغافل داشته باشن قطعا بسیاری از مشکلات و اون دردسرهایی که در زندگی پیش میاد خب اینها مرتفع میشن. یعنی بسیاری از موارد خانم عالمی است که من به عنوان یک فردی که یک خطا در زندگی انجام میدم خودم هوشیار هستم، میفهمم که خطا را کردم، حتی شاید در دل خودم بسیار هم ناراحت باشم، اگر ببینم طرف مقابل بروی من نمیارد احساس میکنم که احساس وابستگی روحی معنوی به اون فرد پیدا میکنم و احساس میکنم که من مدیون اون فرد شدم. دقیقاً. ولی وقتی بروی میاره که دیگه اصلا دیگه کلان همه چیز ورق بر میگرده. بله. خب من در حالا که دفاعی خودم رو سعی میکنم که حتی برخورد شدیدتر داشته باشیم. واقعا همینطور اصلا یه تغافل افراد نسبت به یکدیگر، چه حالا در هر جایگاهی باشیم، این که ما با اونان یک فرزند باشیم اگه مثلا پدر مادر ما در مقابل خطای ما تغافل داشته باشن یا هر فرد دیگه باشه با در محیط خانواده بانان زن و شوهر اگه خطای از ما سر بزنن، اگر از مقابل خودمون یا طرف مقابل خودمون تغافل و عیب پیشی ببینیم قطعا اولین اثرش همی هسته که ما نسبت به طرف مقابل واقعا یک اعتماد خاصی پیدا میکنیم. بو اعتماد داریم. چرا؟ چرا که او میبینیم که الان اون نسبت به ما خب او وضعیت ما را حتما درک کرده، او خطا و اشتباهی که ما سر زدیم درک کرده و نسبت بهش چشم پوشی داشته باشه و این واقعا کمک کننده این خواهد بود که ما هم در مقابل خطاهای دیگران دقیقا همین احساس را داشته باشیم، یعنی مقابله به مثل کردن اینجا منتفی میشه، هرچند که ممکن هست بسیاری از آثار دیگه هم داشته باشه. حالا یک کسی که مثلا اشتباه و خطای من رو میپذیره، من نسبت بهش اعتماد پیدا میکنم و او عشق و محبت من هم نسبت به اون فرد بیشتر میشه. شما تصور کنید که من با اونان یک پدر یا مادر خطای فرزند خودم رو میبخشم. اگر خب فرزند ما خب در یک خانواده‌ای که نرمال باشه و او اصول تربیتی تا حد حدودی برای هر رعایت داشته باشه، ما صرفا فقط همین روش یا صبر ما نباید در نظر داشته باشیم. بله. چنین فرزندی خب نسبت به او پدر مادر یک وابستگی خاص ایجاد پیدا میکنه، به او اعتماد پیدا میکنه و قطعا بسیاری از خطاهای دیگر را حتی ممکن است در آینده ازش پیشگیری بشه. درسته. پس در واقع تغافل میتونه یک روش پیشگیرانه هم باشه. دقیقا همینطور باشه، چرا که واقعا راه اصلاح را برای افراد باز میکنه. در اصل تغافل یعنی یک راه باز کردن، یعنی فرصت دادن. ما به افراد فرصت میدیم، همونطور که خداوند متعال به بندگان خودش فرصت میده. وقتی که ما یک خطا و اشتباهی را خب در حضور خداوند انجام میدیم که هیچ کس نیست، ما میگیم خب هیچ کس خبر نداره، در خلوت ترین و دوردست ترین نقاط هم که انجام میدیم باز میبینیم که خداوند متعال شاهد و ناظر هست، ولی که خدا میبخشه ما را و ما میبینیم که نسبت با همین بخشش خداوند، با همین ای پوشی خداوند هست که رشد میکنیم و یک نه اینکه خب نسبت به اون خطا و اشتباه حتی ممکن هست خیلی بسیاری از خطا و اشتباهات دیگر را هم ممکن است مرتکب نشویم نسبت به خداوند متعال. حالا که رابطه خودمون با خدا میگیم در مورد فرزندانمون هم همینطور هست. بله. اگه ما نسبت به بعضی از خطاهای اونها چشم پوشی داشته باشیم ممکن هست حتی همین جلوی بسیاری از خطا و اشتباهات دیگر هم بگیرد، چون که اصلا بسیاری از اشتباهاتی که نوجوانان و جوانان در جامعه انجام میدن، این بزهایی که نوجوانان انجام میدن، اینها اکثرشان از اون عقده‌های حقارتی هست که در خانواده ها شکل گرفته. یعنی مثلا یک فرد، یک نوجوان یا جوان یا حتی کودک خردسال، حتی ممکن است در محیط خانواده
یک خطاهای انجام داده باشه، یک احساس حقارت در محیط خانواده به او کسب کرده باشه که همین احساس حقارت در او یک عقده‌های حقارت را ایجاد کرده باشه. عقده‌های حقارت یعنی یک نوع کمبودهای را در او ایجاد کرده باشه. خب این کمبودها خودش ممکن است منجر بشه به چی؟ منجر بشه به اینکه این نوجوان در محیط جامعه به صورت یک بزهکار یا یک پرخاشگر اجتماعی اینها خب نمود پیدا کنن. خب اگر همینها والدین در محیط خانواده نسبت به خطاها و اشتباهات کوچک و حتی بعضا خطاهای خیلی مهم ممکن است بچه انجام بدن، نسبت به اونها چشم پوشی داشته باشن و عذر پذیر باشن و اونها را همراهی کنن در کنارش، البته بعضی روش های دیگه هم قطعا باید استمداد پیدا کنن، این فرزندان ما واقعا دچار در جامعه اینطور دچار بزهکاری و خلاف و اشتباهات خیلی بزرگتر نمیشن. مثلا بسیاری از ریشه بسیاری از خلاف هایی که در جامعه نوجوانان و جوانان انجام میدن از همین عقده های حقارت هست که واقعا همین خانم عالم وقتی که فکر میکنیم در یک خانواده عادی وقتی یک فرد رشد میکنه، تمایلش به انجام جرم، به انجام گناه، تمایلش به خشونت، تمایلش به آزار رساندن به دیگه افراد کمتر میشه. کمتر هست و بسیاری از افرادی که ما خودمون به چشم خودمون در جامعه و اجتماع میبینیم که اینها انسانهای ناسازگار هستن با اجتماع، انسانهایی که ممکنه دست به هر کار بزنن، من نمیفهم انتها و انفجار با دست انسانهای عادی که انجام نمیشه، با دست یک کسی انجام میشه که تمایل درونی به آزار دیگران داره و او قطعا در یه خانواده نرمال و طبیعی رشد نکرده. دقیقاً درسته. و یکی دیگه از آثار تغافل حفظ کرامت و احترام افراد هست. شما تصور کنید که وقتی یک به عنوان یک مربی در قالب یک پدر یا مادر یا هر یک مربی یک مکتب شما از خطای یک طفل یا نوجوان میگذرین، این گذشت از خطا باعث میشه که او احساس کنه که خب چقدر به او ارزش ما قائل شدیم، یعنی به او یک نوع ارزش برایش قائل شدیم. ولی عکسش این هست که اگر خطا و اشتباهی را که قابل چشم پوشی هستن، البته بعضی از خطاها که واقعا قابل چشم پوشی هم نیستن، که قابل چشم پوشی هست از اونها میگذریم نمیگذریم و اونها را ما مورد مؤاخذه قرار میدیم، اونها را شماتت میکنیم، سرزنش میکنیم، همینها باعث میشه که ممکن است حتی هیچ کس جلی هیچ کس هم که آبروی اونها نرفته باشه، همین که ما خودمان فرزندان خودمان را سرزنش میکنیم، حتی اگر به کسی دیگه هم این را نگیم، همین که ما پیش خودمان آبروی او را بردیم و برای او آبرو نگذاشتیم، چرا که هر شخصی یک کرامتی در ذاتاً یک کرامتی داره، یعنی یک ارزشی برای خودش، یک احساس ارزشمندی هر شخص برای خودش داره و این باعث میشه که او احساس ارزشمندی و او کرامت اینها اصلا شکسته بشه، نابود بشه در فرد. و این باور برسی که من انسان بی ارزش هستم، انسان گناهکار هستم، من انسانی هستم که نمیتونم جلوی خدا بگیرم و پس برم دیگه ادامه بدم. دقیقاً. و خیلی راحت ممکن است قبح اون اعمال زشت و ناپسند بر او اینها این قبحش برای شکسته میشه و ممکن است دست به بسیاری از اعمال ناشایست دیگه بزنه و خیلی واقعا مهم هست این که میگم تغافل که باعث میشه که کرامت و احترام افراد را حفظ کنه، آبروی افراد را در جامعه حفظ کنه، حتی هم خود حفظ آبرو باعث میشه که یک شخص اگر احساس کنه که خب من یک افراد آبرومند هستم دست به بسیار از خطاها نمیزنستم، میگه خب تصوری که مردم از من دارم میگه که خب من یک دختر یا بچه هستم که آبرومند هستم، بنابراین این فعل از من قبیح هست که سر بزنم، همین که خودش را اونجا مجاب میکنه که من نباید این کار انجام بدم، این خودش را از بسیاری از خطاها پیشگیری میکنه، باعث میشه که همین آبرو دادن به افراد خودش یک جنبه پیشگیرانه داره از بسیاری از خطاها و اشتباهات. فکر میکنم خانم عالمی یکی از مهمترین روش های تربیتی همین مبحث تغافل باشه. تغافل باشه خیلی. چون وقتی که فکر میکنم خانم عالمی یک نفر برای میگفت که در قریه بودیم، یک خانواده بود، پدر مادر اولادای خود هیچ نمیگفتن، سرزنش نمیکردن، نکوهش نمیکردن، مؤاخذه نمیکردن و یه اولادا دیگه کاملا راحت و آزاد همه میگفتن بذار که اولاداش بان که بزرگ شوه، بان که جوان شوه، چی انسان های بدی شوه اینها. از قضا خانم عالمی دیگه از او کد
قدر بهتر در بین اولاد پیدا نشد. خب من فکر میکنم دیگه پدرها و مادرها چقدر تلاش کردن برای تربیت، ولی خب احتمالا روش های تربیتشون فقط همین بوده که برویشون بیاره که امرو نهی کنم. دقیقاً اون روش تربیتی که الان بین عموم مردم جا افتاده که میگه باید که هر خطایی که کودک ما یا نوجوان ما یا جوان ما متوجه شد ما با همونجا باید اینو باید برش بیاریم، برخورد کنیم، جلش رو بگیریم که دیگه انجام نده. تصور ما اینه که واقعا فکر میکنیم که وظیفه خودمون رو انجام دادیم، در صورتی که اصلا مدارا کردن، رفق و مدارا کردن گذشت و اصلا برونه آوردن بسیار از مسائل اصلا از سیره حضرت رسول اکرم بوده، پیامبر ما هیچ وقت کسی رو سرزنش نمی کردن. یعنی ما در سیره انبیا، سیره حضرت رسول اکرم و سیره ائمه شما کجای زندگانی این بزرگواران دیدین که بخوان مردم رو با سرزنش بخوان تربیت کنن یا فرزندان خودشون رو با سرزنش تربیت کنن؟ هیچ جا اصلا بحث سرزنش اصلا در بحث تربیت اسلامی کاملا منتفی هستن. چیزی که واقعا ما میبینیم که والدین حتی تحصیل کرده ها احساس میکنن که اگر سرزنش نکنن خب اینها چقدر در حق فرزندانشون کوتاهی کردن. یا حتی که مثلا پدر مادر خانم عالمی یک گوشه میشینن دقت میکنن اولاد ما چی میکنه که سری به محض نقطه ضعف گیری بله نقطه ضعف پیدا کنن اصطلاحاً بچگیری کنن. خانم عالمی عزیز حد یک دقیقه فرصت داره میگه یک جنبندی بفرمایید. تشکر. خب بحث تغافل گفتیم یکی از مباحثی هست که بسیار ما نیازمند هستیم، هم در مباحث تربیتی چه در نوجوانان و جوانان و کودکان و چه در سطح محیط خانواده. اینطور نباشه که ما بگیم که بحث تغافل را ما صرفا فقط برای تربیت فرزندان خودمون جزء روش قرار بدیم، یک روش قرار بدیم در کل زندگی خودمون، در اجتماع، در ارتباط با همسایگان خودمون، در ارتباط با فامیل و اقوام خودمون، در ارتباط با همسر خودمون، اصلا برای آرامش خود فرد، برای آرامش خودمون واقعا یک دقیقاً یک قرص آرام بخش هست. و اگر ما از روش تغافل استفاده کنیم قطعا مطمئن باشیم که بسیاری از اون تشنجات عصبی اصلا سراغ ما نمیاد که ما بخوایم دچار مشکلات استرس و عصبی و اینها بشیم و بسیاری از مشکلات از این قبیل دیوشه برای ما خانم ها فکر کنم بسیار مهم باشه، چون ما بسیار حساس هستیم خانم عالمی که خوشیم این حرف زد، مثلا جوریم این حرف زد، یک نفر دیگه این فلان، همسرم این حرف زد، اصلا همسرم این حرف زد، در حالی که خب تغافل کنیم گذشت و تمام شد، باید فراموش کنیم. دقیقاً همونطور که ما خودمون ممکن هست یک چیزی بگیم که یکی دیگر آزار بتیم. درست است. بسیار تشکر از شما خانم عالمی عزیز، مثل همیشه بسیار استفاده کردیم. اما از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان برنامه زنده روشنا بودید. عزیزان و بزرگواران، شماره تماس برنامه را که زیرنویس میشه انشاءالله فراموش نمیکنید، از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید. حتما سوالات خودتون را برای ما روان بکنید و در پیامی که میفرستید بگویید که اختصاص به برنامه روشنا داره تا انشاءالله کارشناسان محترم برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدهند. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم